با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 30 ماه سنبله سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. دیدگاه های شماره چهره های سیاسی درباره اوضاع کشور بنیز، گلایه های برخی از آنان از رقیبان سیاسیشان در هفتمین سالگرد ترور برهان الدین ربانی، در یک تیکت فردا معاون نمی باشم که مسئله بسیار بر ما واضح است، یا این تیکت یا او تیکت، این خدا نخواسته ایره کلامکاری تلقی نکنه، ایره به تفاوتی نسبت به سرنوشتم تلقی نکنه. روز جهانی صلح با سرنوشت ناروشن گفتگوی صلح با طالبان. بنا و سیاست های غلط دولت افغانستان دشمن مشروعیت پیدا کرد. هر وقت سول خبرو که لوی خند افغان حکومت او خند داده چه طالبان هیس نریوال کنفرانس تی اجازه نداری. نگرانی امریکا از محدود نشدن فعالیت های طالبان و شبکه حقانی در پاکستان. بیجا شدن 300 هزار تن در نتیجه نامنی ها در سال روان در کشور. با واکنش تند بیجینگ در برابر تحریم شدن یک شرکت نظامی چین از سوی امریکا. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. از هفتمین سالگرد جان باختن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین کشور امروز در گرد همایی با حضور رهبران سیاسی و جهادی و شمار از مقام های دولتی در کابل یاد بود شد. شمار از سیاستگران در این گرد همایی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و انتخابات سخن زدند و از شمار از رقیبان سیاسیشان گله کردند. عبدالله عبدالله در این گرد همایی از شناخت بایومتریک رای دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان خبر میدهد و ابراز امیدواری میکند که با کارگیری از شناخت بایومتریک رای دهندگان اختلافهای کنونی درباره چگونگی انتخابات مجلس نمایندگان از میان برداشته خواهد شد. گلاب الدین غبار گزارش میدهد. هفتمین سالگشت جان باختن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح و رهبر جمعیت اسلامی. در این مراسم سیاستگران و مقام های حکومتی آمدند. صلاح الدین ربانی میگوید که تداوم بی‌عدالتی ها کشور را از صلح و توسعه به دور نگه داشته است. حل مسئله توزیع قدرت در ساختار نظام سیاسی افغانستان بخشی از زمینه های مهم بحران داخلی را حل خواهد کرد. باید حکومت، احزاب سیاسی، شخصیت های ملی، جهت های مختلف همدیگر را به رسمیت بشناسند و نظریات همدیگر را بپذیرند، هم در پروسه صلح افغانستان، هم در پروسه انتخابات افغانستان. اما رئیس اجرایی اختلاف ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب سیاسی را پایان یافته می گوید. تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات، یک تشویش عمده که مردم افغانستان داشتند و احزاب سیاسی کشور ما هم تشویش های خود ابراز کرده بودن، این تشویش رفته میشه. 70% کار پیش رفته و بعضی مسائل تکنیکی است که عملیاتی است، اونو را باید ما دقیق بسازیم. رئیس اجرایی در این نشست درباره چگونگی نقشش در انتخابات ریاست جمهوری و نیز برای چگونگی انسجام سیاستگران افغانستان نیز تاکید میکند. در یک تیکت فردا معاون نمی باشم که مسئله بسیار بر ما واضح است، یا این تیکت یا او تیکت، این خدا نخواسته ایره کلامکاری تلقی نکنه، او ایره به تفاوتی نسبت به سرنوشتم تلقی نکنه. شماری از چهره های سیاسی کشور درباره افزایش ناامنی ها در بخش های گوناگونی کشور سخن گفتند. در این حال همسر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین کشور، از پیگیری نشدن پرونده ترور آقای ربانی از سوی حکومت انتقاد می کند. او همراه با شمار از مقام های دولتی و اعضای خانواده اش هنگام گذاشتن اکلیل گور،
گل بر پای آرامگاه استاد ربانی میگوید که با گذشت 7 سال از ترور آقای ربانی تا کنون این پرونده بررسی نشده است. در این باره مسعود انصار گزارش دارد. آرامگاه برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین و رئیس پیشین شورای عالی سال در پایتخت. شماری از مقام های حکومتی، سیاستگران و خانواده آقای ربانی اینجا برای گذاشتن اگلیل گل پای آرامگاه او آمدند. استاد کشتن، شهید کردن، زایش کردن، این حالی بینن دیگه. خیلی همه کسایی که تالی به یک هفته و در روز و دو ماه در اتاقاش خواهد نان دادن و متل کردن نمونا دیگه. 7 سال میشه که استاد شهید شده. هنوزم امو عاملیش پیدا نشده. شماری از سیاستگران آقای ربانی را شخصیت علمی، فرهنگی، سیاستمدار و جنگجوی بر منافع ملی کشور میگویند. از کارنامه یک شخصیتی که 50 سال بیشتر از 50 سال بیشتر از نیم قرن او مبارزه کرده، هر روز زندگیش یک درس، یک حکایت و چند حکایت دارد. استاد ربانی شهید و عامر صیب شهید همیشه این درس را میدادند که ارادت را از دست نده ولو مشکل در پشت خانه‌ات آمده باشد. برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی 7 سال پیش از امروز هنگامی که ریاست شورای عالی صلح را به دوش داشت در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در منطقه وزیر اکبرخان کابل جان باخت. امروز روز جهانی صلح است، اما سرنوشت روند صلح افغانستان همچنان ناروشن است. تنها امسال 2 نشست بزرگ در داخل افغانستان و 3 نشست در کشورهای ازبکستان، اندونزیا و عربستان سعودی در برای صلح افغانستان برگزار شدند و نیز برای نخستین بار نمایندگان حکومت آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کردند، اما نشانه برجسته از آغاز گفتگوهای رسمی با طالبان دیده نمی شود. حسیب تکپال در این گزارش نگاه به فراز و فرودهای روند صلح کشور کرده است. صلح آرمان خفته شهروندان افغانستان. نزدیک به 40 سال از جنگ در افغانستان می گذرد و عمرهای زیادی در آن خاک شدند. ما طول عمر مکمل به جنگ و جدل که تیر شو. وضعیت فعلی را که می بینیم در کل تمام افغانستان یک چیز را نمی بینیم که امیدوار کننده باشد. تنها در جریان سال ربان میلادی 2 نشست در درون و 4 نشست در بیرون از کشور درباره صلح با طالبان برگزار شدند. دومین نشست روند کابل در ماه فبروری، نشست تاشکند درباره افغانستان در ماه مارچ، نشست علمای کشورهای اسلامی در ماه مارچ در اندونزیا، نشست بیش از 2000 عالم دین در ماه جون در کابل، نشست عالمان جهان اسلام در ماه جولای در عربستان سعودی و نشست 2 جانبه معاون وزارت خارجه آمریکا با طالبان در ماه جولای در قطر از نشست‌های سال روان درباره صلح کشور هستند. پرسش این است که چرا تا کنون صلح در افغانستان برقرار نشده است؟ آخه غوښتنه طالبان هغې نه تعبیر نه کوي، په تبلیغاتو کې نه محسوسیږي، اما د هغوی په روان کې او د هغوی په استراتیژي کې محسوسیږي چې دوی د خپل امارت اعاده غواړي. ما تلاش میکنیم از راه سیاسی به نتیجه برسیم، اما جنگ ما اثر ناگزیری است. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه می گویند تا زمانی که ریشه های هراس افکنان خشکانیدن نشوند، صلح آرمانی بیش نیست. ما از روزن صلح دورتر به این خاطر شدیم که بنابرای سیاست های غلط دولت افغانستان دشمن مشروعیت پیدا کرد. صلح بدون خشکاندن ریشه های جنگ در بیرون از مرزها میسر نیست. اما برخی دیگر علت دیگری در این باره میگویند. دسول خبرو که لوی خند افغان حکومت داده چه طالبان هیس نریوال کنفرانس تا اجازه نلری اتا ددهی لامله چه اغوی شرکت بکی وکری. اما سفیر اتحادیه اروپا در کابل از نشانه های امیدوار کننده رسیدن به صلح در افغانستان سخن می زند. Over the last 40 years,
40 سال گذشته بسیاری از افغان‌ها با ویژه زنان و کودکان قربانیان جنگ کنونی بودند. این جنگ باید متوقف شود. اما اگر انکشاف‌های اخیر را بررسی کنیم، برخی از دلایل را برای امید برای صلح پیدا کرده می‌توانیم. با این همه، اکنون امیدها به دومین دور گفتگوهای طالبان با آمریکا و نیز نشست مسکو درباره صلح افغانستان که انتظار می‌رود به زودی‌ها انجام شوند، دوخته شدند. در این حال آمریکا از محدود نشدن فعالیت‌های طالبان با شبکه حقانی در پاکستان نگران است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که هرچند اسلام آباد برای کمک به گفتگوهای صلح افغانستان تعهد سپرده است، اما فعالیت‌های طالبان را که از پناهگاه امن در پاکستان نیروهای آمریکایی و افغان را در افغانستان تهدید می‌کنند، محدود نساخته است. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که ایران نیز از گروه‌های عراسبگن در افغانستان پشتیبانی می‌کند. یافته های در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده، فعالیت های عراس افغانان و افرادگرایی خشونت آمیز در سال گذشته میلادی را بررسی کرده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که طالبان و شبکه حقانی شماری از عمله های تهاجمی و پیچیده را در برابر نیروهای آمریکایی و افغان از پناهگاه های امن در پاکستان تحریزی می کنند. پاکستان همکاری های لازم با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم نکرده. ما خواهان همکاری بیشتر هستیم، همکاری صادقانه پاکستان. در این گزارش پاکستان همچنان در جلوگیری از منابع تمویل گروه‌های هراس افغان در آن کشور ناتوان گفته شده است. متاسفانه که تا هنوزم هم جامعه جهانی و هم مردم افغانستان باورمند به حرف پاکستان نیستند. ایالات متحده ایران را از پشتیبانان دیگر هراس افغانان در افغانستان می‌گوید. در سطح منطقه حامیان گروه های تروریستی موجود است و از اونجا اینا تمویل میشه، تجهیز میشه، به افغانستان فرستاده میشه. هم ایران و هم روسیه حال در میدان جنگ در افغانستان مستقیما دخیل هستند. در بخش دیگری از گزارش از فعالیت های شبکه القاعده و نیز پنهان شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان در برخی از بخش های مرزی ناامن افغانستان و پاکستان نگرانی شده است. وزیر مهاجرین عودت کنندگان از بیجا شدن 300 هزار تن در سال روان در کشور خبر میدهد و میگوید که افزایش نامنی ها و خشکسالی ها از علت های اصلی بیجا شدن شهروندان کشور هستند و می افزاید که نزدیک به 80 هزار تن از ولایت های مختلف کشور تنها به شهر کابل آواره شدند. در این حال شمار از بیجا شدگانی که از بخش های جنگ زده ننگرهار به کابل پناه آوردند با چالش های بسیار روبرو هستند. عبدالبدو طالنگی در این باره گزارش تهیه کرده است. خانواده هایی که از ترس گسترش جنگ در ننگرهار به کابل آواره شدند. این خانواده ها 3 سال می شود که در منطقه احمدشاه بابا مینه در ناحیه 8 پایتخت با چالش های فراوان شب و روز را سپری می کند. زمونگا به جایی که واسم جنگ روان ده شیدان زمونگا به سرا که پراته دی او چوکی دستی نشی که ده چی روی اخلی او ریاوری و خاخی کندی. ایزورخان 27 ساله یکی از بیجا شدگان ولسوالی اچین ننگرهار است. زمانگا چه کسان دیزن تری مجبور دولی درک نو. منگا پغره که پاس جنگوزه بوتی که تاستو معلوم بی. دیتا او خرش دا غوط منگ را مات که غوط 500 روپای من دای. اگر غوط پسی خطری خواران پاس دای شام سی را غلی بوتو که برسر وشتری پراتری وز دور چوک نشتا دای. چه کتو که را که بسیلانی خاخ کندی دا پنی کندی. زیارخان 10 ساله یکی از این کودکان آوار است. او که هنوز خاطره های تلخ جنگ در اچین از یادش نرفته است، اکنون در کابل با دیگر همسالانش در گرمای آفتاب با آموختن ریاضی روزهای رسیدن به صلح را به حساب می گیرد. جنگ نستری شوی و اون صلح هارو چه خپل درس وای. وزیر مهاجرین می گوید که امسال 300 هزار تن در کشور در نتیجه نامنی ها بیجا شدند. ما 52 کمپ بیجای شده در پایتخت داریم و در جاهای مختلف هست. بیشتر از 10 هزار فامیل است. فکر می کنم چیزی در حدودی 70 تا 80 هزار نفر بوده باشد. در کنار این، سازمان ملل متحد گزارش داده است که در کنار جنگ خشکسالی نیز امسال 2.2 میلیون تن را در افغانستان زیانمند ساخته است. تا
تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. چین و روسیه از امریکا می خواهند تا تحریم های تازه را بر یک سازمان نظامی دولتی چین از میان بردارد. وزارت خارجه چین هشدار می دهد که اگر امریکا این تحریم ها را ملغا نسازد، واشنگتن مسئول عواقب بد این کار خواهد بود. در این حال، یک آگاه مسائل بازرگانی در چین رقابت های بازرگانی میان دو کشور را سالم نمی داند. به تازگی، امریکا یک شرکت دولتی چین را از بهر خریداری جنگ افزارها از روسیه تحریم کرده است. پس از وضع تحریم ها بر یک شرکت وابسته به ارتش چین از سوی ایالات متحده، بیجینگ از واشنگتن می خواهد که هرچی زودتر این تحریم ها را ملغا سازد. وزارت خارجه چین هشدار می دهد که اگر چنین نشود، این کار پیامدهای ناگواری برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. چین خشم شدید خودش را از عملکردهای غیر منطقی ایالات متحده آمریکا ابراز می کند. این حرکت روابط دو جانبه و پیوندهای نظامی دو کشور را سخت صدمه می زند. ما به گونه جدی از ایالات متحده می خواهیم که این اشتباه را درست کند و این تحریم ها را ملغا بسازد. در همین حال برخی از آگاهان مسائل بازرگانی رقابت بازرگانی میان چین و آمریکا را سالم نمی دانند. این درست است که بسیار بخشایی وجود دارند که ایالات متحده آمریکا و چین با هم رقابت می کنند و این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. اما اگر شما به سکتورهای اقتصادی بنگرید، این دو کشور هنوز هم می توانند به جای رقابت ناسالم با هم یک دیگر را تکمیل کنند. رقابت سالم نه تنها به سود ایالات متحده آمریکا و چین است، بل اثر مثبت برای جهان نیز دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید که این تحریم ها را بر یک شرکت چینی از بهر آن وضع کرده است که این شرکت موشک های S-400 و جنگنده های SU-35 را از روسیه خریداری کرده است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رویش گلهای طبیعی در بخش های غربی استرالیا منظره های تماشایی را خلق کردند و توجه ده ها تن را نیز جلب کرده است. این گلها در نتیجه باران های فصلی در این بخش استرالیا رویدند و تا ماه دیگر میلادی همین گونه باقی خواهند ماند. شمار قربانیان در نتیجه غرق شدن یک کشتی در آبهای ویکتوریا در تانزانیا به 96 تن رسیدند. مقام های این کشور می گویند که بیمه آن می رود در این رویداد 200 تن جان باخته باشند. این کشتی هنگام در آبهای ویکتوریا غرق شد که بیش از 400 تن را حمل می کرد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اداره توسعه جهانی آمریکا در چارچوب یک برنامه برای شالهای دست بافت از کشمیر ولایت هرات در میدانهای هوایی جهان بازاریابی می کند. مسئولان برنامه گلدوزی می گویند که برای طراحی بهتر شالهای کشمیر ولایت هرات بیشتر از 50 بنی گلدوز را استخدام کردند. زبی جهان مال گزارش می دهد. طراحی روی چادرها و شالهای کشمیره که در این کارخانه بافت می شوند، این شالها را به بازارچه ها در میدانهای هوایی جهان عرضه خواهند کرد. کارهای بیشتر دیگه گلدوزی سرش صورت بگیره و بالاخره از طریق ازواد در مارکت های بسیار بزرگ جهان مثل میدان های بزرگ میدان های هوایی، در مارکت های بسیار کلان ایتالیا، در واشنگتن، در نیویورک و دیگه کشورهای اروپایی به قیمت بسیار بالا عرضه شود. در امینال مسئولان نهاد گلدوزی که در چارچوب برنامه های دارای توسعه جهانی امریکا کار میکند میگویند که با رسیدن این فراورده ها به بازارهای جهانی زمینه ها برای توسعه کاروبار زنان گلدوز افغان فراهم میشود.
چیزی که برای ما مهم است تنها فروشات این کالاها نیست، بل برای ما مهم این است که بدها هزار بانویی که در بخش گلدوزی در کشور کار می کنند، مهم است تا برای آنان زمینه های کار فراهم شود. و دیگر این که رسیدن این شالها به بازارهای جهانی تصویر از فرهنگ و پیشرفت مردم افغانستان را به جهانیان نشان خواهند داد. ساخته های دستی زنان افغانستان در بازارهای جهانی علاقمندان زیادی دارد. اما به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر مشکلات در رسیدن این کالاها به بازارهای جهانی یکی از چالش ها است. وزارت اقتصاد از ساخت یک نقشه راه برای فعالیت های مؤثر نهادهای غیر دولتی در کشور خبر می داد. وزیر اقتصاد می گوید که این نقشه راه در بیشتر از 9 مورد کارکردهای نهادهای غیر دولتی را روشن و مؤثر خواهد ساخت و می گوید که استفاده درست از کمک هایی که به نهادهای غیر دولتی صورت می گیرند و حساب دیگر روشن نهادهای غیر دولتی از کارهایشان مشمول نقشه راه هستند. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. تیم ملی کرکت کشور توانست در دومین دیدار گروهیش با تفاوت 136 دوش تیم ملی کرکت بنگلادش را در رقابت‌های جام آسیا شکست بدهد. این در حال است که بازی ملی پوشان کشور همین حالا در نخستین دیدار چهار تیم برتر 14مین دور رقابت‌های جام آسیا برابر پاکستان جریان دارد. قرار است تیم ملی کرکت کشور بر روز یکشنبه برابر بنگلادش و بر روز سه‌شنبه برابر هند در چهار تیم برتر جام آسیا صف آرایی کند. این در حال است که تیم ملی کرکت کشور با دو پیروزی برابر سریلانکا و بنگلادش در جایگاه نخست گروه خود قرار دارد و تیم ملی کرکت پاکستان با یک پیروزی برابر هنگ کنگ و یک شکست برابر هند در جایگاه دوم گروه خود قرار دارد. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال کشور فردا بعد از ظهر در نخستین دیدارشان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر عراق سفارایی خواهد کرد. تیم ملی زیر 16 سال فوتبال کشور نخستین تیم فوتبالی افغانستان است که در میان 16 تیم برتر آسیا قرار گرفته است. ملی پوشان کشور در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و استرالیا همگروه است. چلسی بازی رو بهتر آغاز کرد و تنها 7 دقیقه از بازی سپری شده بود که به گل رسید. حرکت خوب راس بارکلی از میانی زمین و پاس او برای ویلیان با ضربه دقیق کپتان شب گذشته چلسی همراه و حساب کار 1-0 شد. برتری تیم تا پایان نیمه اول ادامه پیدا کرد و این تیم تلاش زیاد کرد تا در همان نیمه اول به گل بعدی برسد، اما این اتفاق رخ نداد. در نیمه دوم هم تیم مهمان عمل کرده بهتر داشت و در بیشتر دقایق بازی بر توپ میدان مسلط بود، اما در نهایت توپ دیگر از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با همان یک گل به سود چلسی به پایان رسید. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.